دایی من میرم اتاقم. بیجه. آقا خوش اومدین. ممنون. بیجه بیا حرف بزنیم. مراد شومینا رو روشن کن. برم لباسمو عوض کنم. بیا یه دقیقه. بیا بیجه. چی شده؟ کلیچ اذیتت میکنه؟ یا اینکه الان؟ چه ربطی داره؟ چرا باید اذیتم کنه؟ آدم باید کور باشه که نتونه عشق تو به اون ببینه. بیجه اون که نمیبینه. لیل کندهی این فکر و خیالا فقط مال خودم. من تخیلات منه. میدونی آدمی زاد که میمیره؟ لابد وقتی که دیگه خیال بافی نکنه. میدونی آدم واقعا کی میمیره دایی؟ وقتی بین اون فکر و خیالا گیر بیفته. اون موقع هرچی انرژی تو خونش خشک میشه. خوبه مراد روشن شد. ممنون. بیا بیا اینجا بشین لطفا. میدونی آدمیزاد کی میمیره؟ درست وقتی که شکست رو قبول میکنه. تو یه هدف داری به سمتش هم حرکت میکنی. هان سر راهت یه سری موانع هست و سعی میکنن تو رو تسلیم کنن، ولی نباید تسلیم شی. پس باید چیکار کنم؟ چیکار کنم که منو ببینه؟ نباید کنار کلیچ که این آتیش میمونه باروتی این الا وجود داشته باشه. این یک. به نظرم اصلا ندیدی چطوری به هم نگاه میکنه. دوم، من مدام بهت چی میگم؟ باید محیطت رو بو بکشی و دقیق نگاه کنی. مگه کلیچ اون زمین ها رو از عثمان فیضی نمیخواست؟ ها؟ ها ها. پس کسی که اونا انقدر ناراحت کرده ایلا رو ناراحت نمی کنه؟ گمونم ناراحت می کنه. موانع زیادی بین اون دوتا هست. این کار خیلی سخته. تازه بعدشم احسان کلوغلی بزرگ است و حمایت می کنه و پشتته. ببین روزی می رسه که کلیچ هیچ چاره دیگه نداره جز اینکه بیاد و به تو پناه بیاره. فقط به تو پناه بیاره. باز تو چه فکری هستی دایی؟ ریسکشو قبول کن، ولی هیچ وقت تسلیم نشو. وصیت نامه. چه خبره پسرم؟ صبح کله سربای نجله کجا داری میری؟ وقت ندارم، باید به یه کارایی برسم. پسرم چند روزه همینطوری دنبال کارای صبری و دادگستری و تشییع جنازه ای. راه خونه رو فراموش کردی. خب چی کار کنم؟ یعنی کمک نکنم؟ من همچین حرفی زدم کلیچ. پس منظورت چیه؟ معلومه که باید کمک کنی، اونا هم خونه بودمونن. خب پس زودتر اصل حرفتو بزن سمیها سلطان. کلیچ بین تو و الا مامان جون بی خیال خب دارم میبینم. مادرم میشه نبینم؟ طرز نگاهت به اون دختر اینکه مثل پروانه دورش میچرخی میبینم. اینه پروانه دورش نمیچرخه. اون بازم ناراحتت میکنه. یادت رفته وقتی از استانبول اومدی چه حالی داشتی؟ ها؟ میبینم داری خودتو میندازی تو آتیش. دیوونه میشم. اون که به هر حال دو روز دیگه میره. مامان جون خودتو الکی نگران نکن، بدم برداشت نکن. من فقط دارم تو دوره سختی که داره کمکش میکنم. من یه چیزی میگم ولی خودت تا تهش میری پسرم. آره درست میگی، خودم میدونم. خیلی خوبم میدونی.